بسم الله الرحمن الرحیم. پیشا پیش عید سعید قدیر خم را خدمت شما تبریک عرض میکنم. قدیر منطقه است بین مکه و مدینه منوره و حدود 6 کیلومتر از راه مکه و مدینه و مسجد جحفه فاصله داره. در سال 10 هجری قمری حجاج بیت الله الحرام که همراه رسول الله در حجة الوداع حضور داشتند در قدیر خم جمع شدند و به بیانات و سخنرانی رسول اکرم و ابرام رسالت و اعلام جانشینی امیرالمومنین علیه السلام پرداختند و خطبه ای خواندند که با حضور همه حاجی های جمع شده در قدیر خم که از شهرهای مختلف مدینه و همینطور از شهر مبارک شهرهای مثل یمن و مصر و شهرهای دیگر حضور به هم رسانده بودند و از عراق آمده بودند، اینها پیامبر در حضور اینها اعلام ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام بیان کرد. در حضور 80 تا 120 هزار نفر جمعیت بحث قدیر خم مطرح شد و نسب امیرالمومنین به ولایت و جانشینی رسول الله و در اون جمعیت زیاد در هوای گرم 3 شبانه روز مردم معطل شدند و بعد از خطبه پیغمبر رسول الله دست علی را برد بالا و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا و هر کس که من مولای اویم این علی مولای اوست و در حق امیرالمومنین دعا فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا علی را یاور باش و هر کسی که یاور علی باشد او را یار باش و هر کس با علی دشمن است او را دشمن بدار و هر کس با علی دشمنی کند خدایا او را دشمن بدار و هر کس که یاور علی باشد او را یاور باش. و امیرالمومنین وقتی به مقام وصایت و جانشینی و خلافت رسول الله نصب شد مردم به دستور رسول الله در خیمه‌ای که به عنوان خیمه وصایت و خلافت نصب شده بود تجمع کردند و صف گرفتند و آمدند در طی 3 شبانه روز با امیرالمومنین دست دادند و بیعت کردند و تبریک گفتند بخن بخن لکه یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. با این تعابیر تبریک گفتند و به امیرالمومنین امام علی علیه السلام با عنوان لقب امیر مؤمنان تبریک گفتن و با حضرت بیعت کردن. حتی زنهایی که آمده بودن به حج با گذاشتن دستشان در کاسه آب با امیرالمومنین به عنوان وصی و جانشین رسول الله بیعت کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.